با سلام و درود به شما هم میهن خوب و دوست داشتنی تو این برنامه با آقای عباد ابدی دکترای اقتصاد از دانشگاه جورج واشنگتن بر اثر کارزار اعتراضی خروج سپردا از بانک جمهوری اسلامی میپردازید همچنین گزارش کوتاهی از افزودن مواد مخدر به غذای بازداشتی های اخیر رو داریم و در پایان از آثار مخرب فیلترینگ و اختلال در اینترنت به حدی که روزنامه همشهری هم خواهان رفع فیلتر اینستاگرام شده و به نقل از مراکز ملی فضای مجازی بازار سالانی اینستاگرام رو 70 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که برای نمونه تنها اپراتورها در پی فیلتر اینستاگرام 30 هزار میلیارد تومان ضرر کردند تا پایان با ما همراه باشین که به اخبار مهمی امروز میخوایم بپردازیم پیش از اینکه بریم سراغ مشروع اخبار به شما یادآوری کنم که با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله میتونید از ما حمایت کنین ضمنا لایک کردن شما و کامنت گذاشتن شما میتونه باعث بشه ما حمایت بشیم و انگیزه ساخت ویدیوهای بیشتری رو به دست بیاریم پس برای حمایت از ما سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنین کامنت بذارین و لایک کنید اگه معترضان پولشون رو از بانک های ایران خارج کنن چی میشه؟ خروج پول از سیستم بانکی به طور معمول زمانی رخ میده که مشتریان بانکی باور داشته باشن که در آینده نزدیک سیستم بانکی دچار اخلال در عمل کرده خودش میشه. در این صورت مردم سپرده های خودشون رو از بانک ها خارج میکنن تا به دارایی های دیگر مثل طلا و ارز خارجی که ارزش خودش رو حفظ میکنه تبدیل کنند. این امر اغلب در اقتصادهایی رخ میده که از اعتماد عموم به سیستم بانکی رنج میبرند از جهت دیگه در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که از تورم بالا رنج میبره مردم برای حفظ ارزش دارایی خودشون به جای نگه داشتن ارز ملی سرمایه خودشون رو از بانکها خارج و به سایر داراییهای باثبات تبدیل میکنن از نمونه های متعدد حجوم مردم به بانک ها برای خروج سرمایه خودشون میشه به بحران مالی آرژانتین در سال 2001 و بحران های دوران رکود بزرگ اقتصادی بین سال 1929 و 1939 اشاره کرد. در بین این موارد اقدام به خروج سرمایه از بانک ها در سال 1832 به عنوان حرکت اعتراضی در جلوگیری از تصمیمات سیاسی دوند بیلنتون در انگلستان که منجر به خروج 25 درصد سرمایه بانکی در آن زمان شد شباهت بیشتری با هدف کارزار خارج کردن پول از بانک ها در ایران داره. کارزار خارج کردن پول از بانک ها هم به عنوان حرکت اعتراضی مدنی سعی در تشویق مردم برای خروج سپرده های خودش از بانک ها در ایران داره تا به این صورت بر دولت هزینه های اقتصادی در جهت تضعیف اون وارد بشه. ورشکستگی سیستم بانکی زمانی رخ میده که در اثر حجوم مشتریان برای خروج سپرده های بانکی بانک ها قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان خودشون نباشن البته لازم به ذکره که بانک ها سپرده های مشتریان رو به طور کامل در اختیار ندارن و تنها درصدی از اون رو ذخیره میکنن بنابر فعالیت بانک ها قسمت عمده از سپرده ها به صورت وام یا در جریان فعالیت های اقتصادی بانک ها یا به علت سایر فعالیت های عملیات بانکی مورد استفاده قرار میگیره همچنین سرمایه گذاری بانک ها در ایران در فعالیت های اقتصادی مثل مسکن در سالیان گذشته موجب شده تا نقد شوندگی دارایی های بانک ها دچار مشکل بشه و در صورت هجوم به بانک ها برای خروج سرمایه بانک ها قدرت پاسخگویی کمتری به نیازهای مشتریانشون داشته باشند. البته ورشکستگی بانکی به نوبه خودش میتونه منجر به رکود اقتصادی بشه چرا چون شریان بانکی و نقدینگی کشور دچار معضل میشه و کسب و کارها از سرمایه های لازم برای ادامه فعالیت های خودشون و سرمایه گذاری محروم میشن به همین راحتی هزینه حل معضل بانکی هم میتونه بسیاری برای دولت سنگین باشه. بررسی های دو بحران بانکی و سیاست هایی به کار گرفته شده برای حل این بحران ها در طی سالهای 1970 تا 2007 نشون میده که هزینه تجدید سرمایه بانکی برای دولت ها به طور متوسط 6 درصد هزینه های مالی مدیریت بحران در حدود 13 درصد و کاهش تولید اقتصادی در حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 4 ساله از آغاز بحران ها خواهد بود. متاسفانه وام های عمده بی پشتوانه توسط بانک ها در ایران و بعضا داشتن ارتباطات سیاسی در دادن وام ها اعتماد مردم رو در خصوص عملکرد بانک ها در عملیات وام دادن سلب کرده و شاید موجب بشه تا سپرده گذاران بانکی ضرر این گروه رو در تصمیمات خودشون برای خروج پول در نظر نگیرن از جمله اقداماتی که برای جلوگیری از خروج سرمایه از بانک ها به کار گرفته بشه میشه به موارد پیش رو اشاره کرد کاهش میزان برداشت روزانه یا جلوگیری کامل از برداشت سپرده های بانکی، تشویق مشتریان از سمت بانک ها برای سپرده گذاری طولانی مدت با پرداخت سود بالاتر، پنهان کردن اطلاعات توسط بانک ها برای جلوگیری از اضطراب و حجوم بیشتر برای خروج سپرده ها یا کمک دولت و بانک مرکزی به بانک ها برای تأمین نیاز مشتریان. به طور مشخص در مورد آخری که گفتیم هزینه خروج سپرده ها به طور مستقیم بر دوش دولت و بانک مرکزی هست بسته به میزان خروج سپرده از نظام بانکی لازمه تا بانک مرکزی و یا دولت هزینه ها و اعتبارات خودش در موارد دیگر رو کاهش بده یا در بدترین حالت به چاپ کردن پول مبادرت به ورزه از طرف دیگه خروج سپرده ها برای خرید ارزهای خارجی خودش موجب تضعیف ریال میشه که خب آثار اقتصادی زیانباری هم برای دولت و برای بخش خصوصی تولیدی داره کارزار خارج کردن پول از بانک ها بر پایه عقل اقتصادی در جهت حفظ سرمایه مشتریان بانکی میتونه در صورت تهدید نظام بانکی موجب تحمیل آثار اقتصادی نسبتا سنگین بر دولت و اقتصاد بشه حجم این هزینه های اقتصادی وابسته به میزان برداشت از سپرده های بانکی و تصمیمات سیستم بانکی، بانک مرکزی و دولت در جهت حل این معضل داره. لذا نمیشه تخمینی در خصوص میزان این هزینه ها ارائه کرد. اگرچه برایند این کارزار تحمیل هزینه اقتصادی بر دولت و سیستم بانکی کشوره. <applause> گزارش های غیر رسمی از افزودن مواد مخدر به غذای بازداشتیا. وکیل فاطمه محمدی فر از نتیجه آزمایش مثبت مواد مخدر این معترض بازداشتی پس از آزادی خبر داد. قاسم بودی گفت فاطمه محمدی از معترضان بازداشتی بلافاصله پس از آزادی از زندان دچار بدحالی شد و بعد از آزمایش پزشکان به اون گفتن آزمایشات داره نشون میده که از میزان بالای مواد مخدر استفاده کردی. به گفته این وکیل از دیگر دوستان فاطمه محمدی فر که از معترضان بازداشت شده بودن هم به اون گفتن که این اتفاق برای اونا هم افتاده و جواب آزمایش اونا هم نشون از وجود بالای مواد مخدر تو خونشونه بعدی میگه فاطمه محمدی با نام مستعار چهار روز برای سمزودایی بستری شده و تحت درمان قرار گرفته فاطمه محمدی فر معلم رقص آذربایجانی و سرپرست گروه رقص آذربایجانی پارلا از معترضانی هست که در اپه اعتراضات 24 ماه آبان ما همراه محلقا بابازاده مربی رقص و دانشجوی موسیقی توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شده بود و اما خبر بعدی بازی دو سرباخ در اقتصاد محدودیت ها صدای شرکت های مخابراتی رو هم درآورده. لایف وب در تازه ترین گزارش خودش که چند وقت پیش منتشر شد از افزایش پنج برابری کانال های پروکسی تلگرام پس از شروع اعتراضات سراسری و تشدید اختلالات اینترنت خبر داد بر اساس این گزارش از دسترس خارج شدن وی ها باعث رشد انفجاری در کانال های پروکسی تلگرام هم از نظر تعداد و هم از لحاظ میزان انتشار پروکسی بازدید شده این گزارش از وجود 50 هزار کانال انتشار پروکسی در تلگرام خبر داده. آثار مخرب فیلترینگ و اختلال در اینترنت به حدیه که حتی روزنامه همشهری هم خواهان رفع فیلتر اینستاگرام شده و به نقل از مرکز ملی فضای مجازی بازار سالانی اینستاگرام رو 70 هزار میلیارد تومن اعلام کرده. اپراتورهای تلفن همراه در کشور هم از شرایط نامساعد خودشون خبر میدن. در دیگری که در تاریخ 29 آبان ارسال شده بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل با عنوان جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت بر ترافیک ورودی بین الملل برای رئیس رگلاتوری و معاون وزیر ارتباطات مینویسه که از تاریخ 29 شهری بر تا 7 آبان یعنی فاصله زمانی چهل روزه درآمد از دست رفته ای این اپراتور بالغ بر 8000 میلیارد ریال یا 800 میلیارد تومان بوده شرکت همراه اولم در گزارش های ماهانه که در سامانه کدال منتشر میکنه از کاهش درآمداش گفته صورت های مالی همراه اول از ماه آبان نشون داده بود درآمد این اپراتور در مقایسه با شهریور حدود 936 میلیارد تومن کاهش داشته وضعیت در شرکت رایتل خیلی بحرانی تر و مدیرامل این شرکت درنامی به شخص وزیر ارتباطات رسما از احتمال خروج رایتل از بازار به دلیل محدودیت های اینترنتی و کاهش درآمد سخن گفته. اون در خودش به تاریخ 9 آبان گفته بود ترافیک روزانه شبکه رایتل از حدود 1500 ترابایت در ابتدای شهری بر ما به کمتر از 700 ترابایت رسیده. مدیرامل رایتر همچنین اعلام کرده بود درآمد از محل اینترنت تحت شعا قرار گرفته و موجب کاهش 14 میلیارد ریالی درآمد روزانه و از دست رفتن حدود 302 میلیارد ریال از درآمد کل طی 21 روز ابتدایی اعمال محدودیت ها شده. خلاصه که از آغاز اعتراضات سراسری که در شهری بر ماه سال جاری و در پی مرگ حکومتی محسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی شکل گرفت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اختلال در اینترنت و فیلتر شبکه های محبوب از جمله اینستاگرام و واتس اپ رو در دستور کار خودشون قرار دادن در این بین قطع اینترنت هم در روزها و شبهای اعتراض به اقدامی مستمر تبدیل شده در این مدت انتقادات زیادی در این مورد مطرح شد و از آسیب و زیان های وارده بر کسب و کارهای کوچیک و بزرگ سخن گفته شد با این حال مقامات حکومت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم محدودیت ها بر فضای اینترنت اصرار دارند دوستان عزیز ممنون که مثل همیشه با ما همراه بودید لایک و کامنت فراموش نشه کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله بزنین تا از جدیدترین ویدیوهایی که میذاریم آگاه بشین تا بخش بعدی خبر شما رو به خود میسپاریم بدرود